برای اولین بار مجمع عمومی سازمان ملل از طریق ویدیو کنفرانس کار خود را آغاز کرد. برخی از جمله دبیر کل سازمان ملل در محل حاضر بودند. آقای کنتراس، دبیر کل سازمان ملل، در سخنان افتتاحیه‌اش گفت جهان به یک آتش‌بس سراسری نیاز دارد. آقای مکرون هم در سخنرانی ویدیو کنفرانسش گفت فرانسه و متحدین اروپاییش جهت تحریم جمهوری اسلامی مصالحه نخواهند کرد. به توافق برجام وفادار میمانند و اضافه کرد خروج امریکا از برجام یک پارچگی شورای امنیت سازمان ملل را زیر سوال برده است. او گفت خروج امریکا در سال 2018 و فشارهای بیشتر به ایران هیچ تضمینی برای بازداری حکومت تهران نداشته است. آمریکا نمیتواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را. در همین نشست و سخنرانی آقای حسن روحانی مدعی شد که دو رئیس جمهور بعدی، چه این و چه آن، هر کدام باشند چاره جز لغو تحریم ها علیه ایران نخواهند داشت. دیروز در مجلس فرانسه نمایندگان برای خانم نسرین ستوده کف زدند و آقای لودریان وزیر خارجه درباره او و فریبا عادل‌خواه سخن گفت. آقای لودریان اضافه کرد ما دولتی ها در هر جمعی که باشیم بایستی برای حقوق بشر و آزادی این دو سخن بگوییم. در حاشیه دو فعال فرهنگی و سیاسی از آقای جواد ظریف نوشتند که مدعی بود در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و دادگستری مستقل است. به این نوشته آن وقت آقای ظریف می‌خواهد برای مبادله زندانیان واسطه باشد. معاون وزیر خارجه روسیه آقای ریباکوف می‌گوید ما از 18 اکتبر به بعد وارد همکاری‌های تازه نظامی با جمهوری اسلامی خواهیم شد و تهدیدات امریکا که می‌خواهد جهان را بترساند برای ما اهمیتی ندارد. جای یادآوری است که از این پس هر دولتی که به جمهوری اسلامی اسلحه بفروشد با تحریم امریکا روبرو خواهد بود. در موضوعات دیگر و مطرح در فرانسه موضوع کرونا است، همانطور که در ایران رکورددار تازه از مبتلایان را ثبت کردند. پاره‌ای از خبرها میگوید شمار مبتلایان اطراف 4000 نفر است، در حالی که همین فرانسه با آنکه رعایت به مراتب بیشتر است هر روز بالای 10000 نفر مبتلا میشوند. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداری حکومت، میگوید به نقل از خبرگزاری فرانسه مردم در ایران کمتر از ماسک استفاده میکنند. جالب است آقای خامنه‌ای که مدعی بود کرونا حیله امریکا برای بازدارندگی از شرکت و انجام انتخابات مجلس در ایران است، اینک دلسوز وضعیت شده است. خبرگزاری فرانسه میگوید ولیعهد بحرین سلمان بن حامد آل خلیفه در مورد همکاری‌های تازه تلفنی با آقای نتانیاهو سخن گفته است. فلسطین میگوید حال که پس از دو هفته به خواست او از طریق لیگ عرب جهت محکوم کردن صلح امارات و بحرین با اسرائیل هیچ واکنشی ندیده، ریاست دوره لیگ عرب را کنار می‌گذارد. آخرین نشست لیگ عرب 9 سپتامبر در قاهره بود. فردا سالگرد درگذشت فرانسوا ساگان، نویسنده فرانسوی و کتاب مشهورش سلام بر غم است که در سال 2004 درگذشت. و در پایان ابتکار صاحب یک رستوران در بروکسل در رویارویی با کرونا. برحال اگر مذهب در بهشت و آن دنیا وعده غذا داده است، اینجا در بروکسل در آسمانی نه چندان مرتفع شما می توانید غذا میل کنید. On a un métier de précision, donc ici c'est l'érection de mise et faut faire deux fois plus attention et rien oublier parce que du coup si on a oublié quelque chose, si on a oublié la viande en bas, les gens n'auront pas de viande alors. Donc c'est vraiment très compliqué. Faut tout penser trois fois et vraiment faire zéro erreur, quoi. Zéro erreur.
j'appréhendais un peu, mais finalement là-haut ici on profite et on est au taquet.